با نام یاد خدا عرض سلام و ادب در این درس گفتار بند میل داشتم در رابطه با تفاوتی که بین آرتیکولاسیون ها و خود نوت ها در واقع هست و وجود داره من صحبت بکنم خدمتتون ببینید آرتیکولاسیون طرز بیان یک نوته شیوه هایی که یک نوت رو میشه باشیم بیان کرد یک صدا رو به معنای صحیحتر یک تون و فرق تون و نوت این است که تون یک صدایی است که نامکتوبه و نوت اون زمانی است که اون تون به شکل مکتوب و نوشتاری میشه حالا در رابطه با اینها اینا به طرزهای مختلف با لحجه های مختلف با شکل های مختلف فرم های مختلف اینا یک موقعی خب بیان میشه یه موقعی فرض بگیرید اسپیکاتوه استاکاتوه یا مثلا لگاتوه یا سمپر لگاتوه یا, یا،, یا ملتو لگاتو به همین ترتیب که اینا همش است که در یک بیان یک نوت یک صدا به کار میره و همه با هم فرق داره و در واقع مثل این است که شما در اون نقطه باید با یک لحجه خاصی صحبت بکنید شاید این نظیر اونو در بعضی از خواننده های پاپ الان به چشمون خورده و خب شنیدیمش که در یک نقطه خاصی خب صداشون فرق میکنه اصلا یهو یه خیلی بم میشه خیلی زیر میشه هست این تفاوت ها اینا آرتیکولاسیونه اینا رو هیچ وقت هیچ جای دنیا به عنوان یه مستاق نوت با وجود مستقل به حسابش نیاوردن و نمیارن به همین شکل شما وقتی یک قطعه رو دارین نوت میکنید فرض بگیرید یک نوت تزئین که آچاکاتورای در واقع چون یه نوع, یه نوت تزئین دیگه هم داریم آپوژیاتورا که اپوجیاتورا در واقع زمان زمانمند از این هست که نصف در حقیقت اون نوت رو به خودش اختصاص خواهد داد اون نه همین چیزی که رایجه در نوت‌های ما آچاکاتورا یه نوت تزین ریز چنگی که روش خط داره مثلا و خیلی وقتا متصل به نوت ما بعدش این اگر در واقعیت یک سلا چنگ باشه ولی ما حق نداریم این رو سلا چنگ نوت بکنیم به دلیل اینکه اینجا یک نوت تزینه و نوت به er hos, parole, <luxury kids voices> darand, Dar این به مقوله آرتیکولاسیون رفت داره نه چیز دیگر یک فرق اساسی هم که بین آرتیکولاسیون ها هست این هست که با در واقع اون نوت هایی که در حقیقت از خودشون یک وجود مستقلی دارن یک فرقی که دارند در این حوزه هست که شما هر چقدر یک قطعه رو کند کنین یا تند بکنین زمان بندی اونها ثابت است و فرقی نخواهد کرد همونجور که شما اگه ریز دارید میزنید یا یه قطعه فرض بگیرید کند اون باعث نمیشه که تراکمتون تو ریز کمتر شه تو تار سنتور حتی در کمانچه و اساسهای های دیگه مزرابی حالا اود تار باس همش هیچ وقت این باعث نمیشه قطعه که کند میکنید این باعث شه که شما اینو بخواین مثلا یک سلا چنگایی در نظر بگیرید که به همون تناسب باید اینها این, ها این کنتر شه و بالعکسش اگه تند شه باید میشه که ریزاتون توند تر شه ریز یه, یه واقعیت فیکس ثابته دقیقا شبیه به دور راب یا سرمز راب که حالا تو تار سنتور تنبک حتی با این نام ها ازش یاد میشه یا دور سرمزراب سرمز راب و و شما یک دور راب رو اگر کند بکنید این باعث نمیشه که شما مثلا بزنید با با بام بازم هست برا 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 اینم به همین ترتیب شما چرا چون اینا آرتیکولاسیونن یک طرز بیانی خاص از یک نوت واحده یه لحجه است که بر روی یک نوت قرار میگیره پر واضحه که وقتی لحجه قرار عوض شه در یک زبانی ما دستور زبان رو عوض نخواهیم کرد بلکه همه چیز به سمت این پیش میره که اون لحجه در اون زمان خاص انجام شه و شکل بگیره اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه شما اگر ریز رو در نظر بگیرین هشتا سلا چنگه این کاملا غلطه اصلا ریز تفسیر پذیر نیست به اینکه چند تایه ریز غیر قابل شمارشه ریز در یک محدوده زمانی خاص به توانمندی اون نوازنده قرار توالی راست و چپ نواخته شه